فیلم بادیگارد ساخته ای ابراهیم حاتمی کیا رو میشه یکی از آثار مهم و پرهاشیه در جشنواره دونست. حاج هیدر که وظیفه محافظت از شخصیت های مهم نظام رو داشته در یکی از حملات تروریستی که به یکی از اشخاص میشه نمیتونه او رو نجات بده و اون فرد کشته میشه و بعد از اون ماجرا محافظت از یک دانشمند جوان هسته ای به او سپرده میشه که احتمال میره مورد ترور قرار بگیره شخصی که دوست نداره کسی دنبالش باشه و از اونجایی که هاچه در شخصی ارزشگراست دچار درگیریها و چالشهایی با خودش میشه و مسائلی در حرفش میبینه که داستانهایی رو به دنبال داره یکی از نکاتی که در این فیلم به چشم میخوره القای تفاوت بین محافظ و بادیگارد ببینند است چرا که هاچه در خودش رو بادیگارد نمیدونه بلکه محافظ میدونه که به خاطر باورهاش و طبق عقیدش کار میکنه و از شخصیت نظام دفاع میکنه تا جایی که یک تنه به همراه همسرش دست به امر به معروف میزنه اما بادیگارد به خاطر پول میتونه برای هر کسی این کارو بکنه اما نکته که اینجا به چشم میاد اسم فیلمه که محافظ نیست و بادیگارده. برخی از معتقدین این فیلم رو یکی از موفق‌ترین و پخته‌ترین فیلم‌های هاتمیکیا ها در یک دهه اخیر می‌دونن اما برخی بادیگارج رو اثری شعار زده و غیر قابل باور دونسته و این فیلم رو سفارشی و تکرار ای از فیلم‌های اخیر او می‌دونن مصدومیت شدید پرویز پرستویی یکی از هاشیه‌های مهم این اثر اکشن و ماجراجویانه بوده علاوه بر ایشون بازیگرانی چون مریلا زارعی، بابک حمیدیان، فرهاد قائمیان، شیلا خداداد و پریوش نظریه در این اثر حضور دارند. بریم و با هم صحنه‌هایی از این فیلم رو تماشا کنیم.